زندگانی می کند تاجیک در بام جهان. سربلندی را نگر همسایه شد با آسمان. نقره پاشد گنبدی سبز از سر از شب تا سحر، مثل داماد از تاجیک سویتی شادمان. مرزا تورسون‌زاده تفکری فراگیری کره زمین و دلی درداشنایی داشت. شعرهای مرزا تورسون‌زاده شعر ملت و شعر برای انسانیت است. شعرها از یاد کردم، شعرهای حافظ بودن. این چیزها محبت نظم و دلی من سخت جای گرفت. من اینکه من برای علم از پس علم آموختن شدم، برای شاعر شدن پیش از همه یکان علم و دانستن درکار. سواب نقض دانستن، سواب نقض داشتن لازم. برای همین دوشنبه رفتم، برای تاشکند رفتم. 24 سپتامبر سال 1981 شهر دوشنبه، بخشیده به 70 سالگی قهرمان تاجیکستان، شاعر محبوب، مبلغ صلح و وحدت، استاد مرزا تورسون‌زاده از تمام گوشه و کنار عالم چهره های شناخته گرد آمده بودند. در همین روز با اشتراک نمایندگان سیاسی و فرهنگی کشور و مهمانان، آثارخانه یادگاری و ادبی مرزا تورسون‌زاده افتتاح کردید. چون این اقدام در حیات سیاسی و فرهنگی کشور واقعی فراموش نشدنی و ارزنده وصف و ستایش بود. اول اونجا خونه شان بود، خونه ای خامتشان. بعد از سرگذشتن استاد مرزا تورسون‌زاده جای برگرفته موزه کردیم. هرچی آثار خونه ضرور بود از خونه و از همه جاشون جمع کردیم، اونجا نگاه داشتیم. در خونه اون گم میشد. برای چی خونه در بین حولی است و حولی در اطراف بایست؟ این از روی نقشه خودی پدرم ساخته شده بود، برای که اون چیزی که موافق برای ایجادیات خودشان بود. من خورد بودم وقتی که از پگاهی سحر از خوب بیدار می شدم، از تریزه نگاه می کردم، می دیدم که پدرم کتفشان با جامه پرتافتگی اطراف ان همین خانه از روی از همین راه رو می گشتن. و من فکر می کنم که همین وقت اون کس موضوع آینده خودشان رو فکر می کردن در باره مثلا مسئله هایی که باید امروز حل شود، اون رو فکر میکردن. بنابراین ساخت خونه موافق طلبات ایجادی خودی پدرم ساخته شده. اما روزا به این بارگاه معرفت ساکنان جمهوری و مهمانان خارجی کشور میان و از تماشای این مکان علم و ادب بهره بر میگردند. بینندگان عزیز، توسط برنامه نوبتی رسانه میگذرند، ما شما را به سیر و تماشای آثارخانه یادگاری و ادبی استاد مرزا تورسون‌زاده هدایت می‌نماییم. وارد شدن به این بنا با کس احساس فرهمندی را ارزانی می دارد. بی‌شبه این بارگاه یک عالم معرفت است که در ذهن و دل احساس خودافروزی و میهن پرستی و افتخار نمودن از روزگار عبرت آموزی در یاددیلان ملت را تحکیم و تقویت می بخشد. اگر خواهی تو هم جاوید مانی، به خاک مول باید ریشه رانی. پسر را تربیت بین ما پدروار، که گردد آن مبارز خلق را یار. با فرزند آتش عشق وطن را، فروزان کن فروزان جهد بین ما. مرزا تورسون‌زاده ارجمند، شما می دانید که ما هم قلمان با چی محبت و احترام
به شما اعتقاد داریم. چنگیز ایتماتوف، نویسنده خلقی قرغیزستان. گویا این آثارخانه که به دو قسم ادبی و یادگاری جدا شده است، از زندگی عبرت‌آموزی استاد بی‌مثل حکایت میکند. وقتی که مسئله بنیاد نمودن آثارخانه به میان آمد، مادرم گفتند که همه تون خونه دارید، همه تون چیز و چوره دارید، اون چیزی که اینجا هست، این همش با مهنتی خودی پدرتون آمده است. از همین خونه ما میبراییم و اون چیزی که اینجا هست همینجا میموند. صحنه حولی آثارخانه ادبی یادگاری استاد تورسونزاده زیبا و پیراسته می باشد. موافق نوشته ها شاعر محبوب پس از زحمت ایجادی محض در صحنه همین حولی با مطالعه روزنامه و سیر و گشت خستگی خود را برطرف می نمود. به نظر چنین می رسد که استاد تورسونزاده نخستین مراتبه شعرهای روان و خوشاهنگ خود را در همین جا زیر لب قرائت می نمود و این چکام ها من بعد از منبرهای بلند صدا می دادند. در قبط خانه یک پیشایوان ساخته بودند. وقتی که ما اینجا کوچه دا اومدیم، در اون طرف کوچه خانه بستکور شهیدی بود. روی پروی اون بستکور سالیف زندگانی میکردند. بالاتر دهاتی زندگانی میکردند. در طرف دستی راست میرزازاده زندگانی میکردند. بنابراین بسیار وقت آنها حولی ما به جمع میشدند و ان همین ایوان به نشسته آنها صحبت میکردند. کتاب قصه هندوستان. محسمین کتاب به شهرت ادبیات عصر بیستی تاجیک بالی پروازی توانمند ببخشید. قصه هندوستان را استاد تورسونزاده در سن 36 سالگی تألیف نمود و پس از یک سال این مجموعه با گرفتن جایزه دولتی اتحاد شوروی شرف یاب گردید. وقتی که سلسله اثرهای میرزا تورسونزاده قصه هندوستان و من از شرق آزاد پس یک دیگر انتشار یافتند، آنها در ادبیات عصر بیستم جهان رویداد مهم گردیدند. تاجیکان میگویند که هیچ چیزی قیمتر برای انسان از دوست نیست. قطعه هندوستان، زمین هندوستان، مردم هندوستان با مردمان ما دوستند. من درباره هندوستان از آوان بچگی افسانه های بسیاری را میشنیدم. پدرم حتی حکایه میکرد، حکایه های عجیب میکرد درباره هندوستان. مایل خواهش دیدن این سرزمین هنوز به من از ایام بچگی در دل من منزل گزیده بود. سال 1947 به هندوستان سفر کردم. من نهایت به مقصد دیرینه خود نائل شدم. وقتی که به هندوستان ما رفتیم، یک مملکت عجیبی را دیدیم. سال 1949 بعد از دو سال تألیف قصه هندوستان، این بنا قامت افراخت. شاعر با اهل عائله‌اش مقیم همین خانه گردیده مدت 20 سال اقامت نمود. استاد تورسونزاده در این خانه مشهورترین آثار ماندگارش از جمله حسن عرابکش، چراغ ابدی، صدای آسیا، جان شیرین، من از شرق آزاد و چندین دیگر را انشاء نموده است. هر یکی این کتاب ها اهمیت و ماهیتی بلند دارند و شکوه ایجادیات استاد کاسته نخواهد شد. در آغاز می رویم به قسمت ادبی آثارخانه استاد تورسونزاده. باید گفت که این قسمت آثارخانه از 4 تالار عبارت می باشد. وقتی که به تالار اول وارد می شوی، دقت کس را درخت 4 مغز به خود جلب می نماید که آن را خود شاعر شیرانیده است. این روند از صمیمیت و محبت استاد نسبت به طبیعت درک می دهد. در دیوار تالار منظره های کشور بیشتاسای ما عکس یافته است.
چنین اقدام رمزی محبت و وفاداری شاعر را نسبت به وطن ثابت می نماید. بعضی تحفه های از جانب دوستان تقدیم شده در اینجا محفوظ می باشند. نگاره و عکس های تالار یکمی قسم ادبی آثارخانه منظره های آوان طفلی شاعر را که هر یکی ما توسط آثار ماندگارش با آن آشناییم در آینه خیال انعکاس می نماید. صدای جاویدانه استاد گویا در فضای آثارخانه موج می زند. از زمین بهتر برای ما دیگر سیاره نیست، بهتر و زیباتر از آن دیده را نظاره نیست، جز زمین را حفظ کردن از بلاهای عظیم، بهر انسان حقیقی هیچ دیگر چاره نیست. تالار دومی قسم ادبی آثارخانه مذکور درباره نخستین گام های برسه ادبیات گذاشته استاد تورسون‌زاده معلومات می دهد. در تالار دوم نخستین کتاب های ایجاد نموده استاد تورسون‌زاده نگهداری می شود. اینچنین دیگر در دیگر تالارها تحفه های زیادی از دوستان و نزدیکان به استاد تورسون‌زاده تقدیم شدند و نمایش گذاشته شده است. مورد ذکر است که نخستین مجموعه های استاد هنگام 22 سال بودن شاعر با نام شعرها و زیور تاب پیروسته می گردد و پس از یک سال کتاب دیگری او تحت عنوان بیرق ظفر دسترسی خوانندگان می گردد. اینچنین در سالهای جنگ بزرگ وطنی دو مجموعه استاد تورسون‌زاده پسری وطن و برای وطن چاپ گردیده است. در این مجموعه های ارزشمند خود شاعر کس را به وطن دوستی و یکدلی هدایت نموده، به این وسیله در ذهن و روان خوانندگان احساس وحدت پرستی را تحکیم می بخشد. میرزا تورسون‌زاده واقعا وارثی ارزنده و قانونی گنجینه بزرگ نظم هزار ساله خلقمان، شرف و افتخار ادبیاتی تاجیک می باشد. اکادمیک بابا جان غفوروف، قهرمانی تاجیکستان. سال 1946 استاد میرزا تورسون‌زاده رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان انتخاب گردید. از این اقدام استاد صدرالدین عینی صمیمانه استقبال نموده ایراد می دارد. ادیبان تاجیک را سروری نمودن میرزا تورسون‌زاده از دو جهت خوب است. یکم اینکه او شاعر و ادیب داناست، دویم اینکه هم به خود و هم به دیگران به هیچ روبینی روی راست سرطلب می باشد. خصوصا به شرط آخرین ادبیات را از ناعهده برایان و مساهله کاران سرشته کردن دشوار است. ای ستم دیدگان، استاد میرزا تورسون‌زاده به ایجادیات و شخصیت استاد صدرالدین عینی احترامی خاصه داشته است. این گفته را خالینی که در آن رسم اساسگذار ادبیات نوین تاجیک تجسم یافته است ثابت می نماید. این خالین با خواهش خود استاد تورسون‌زاده آماده گردیده بود. از زمان افتتاح آثارخانه تا به امروز خالین مذکور که رمز وفاداری استاد و شاگرد را افاده می نماید زیب بخش تالار دوم می باشد. نقش استاد میرزا تورسون‌زاده در تربیه ادیبان جوان آن ایام خیلی بزرگ است. مومین قناعت، عبید رجب، لایق شیرعلی، بازار صابر، گلرخسار و دیگر شاعران که هر یکی در عالم ادبیات مقام شایسته دارند، بی شبه از مصلحت و دستگیری استاد تورسون‌زاده برخوردار گردیدند. اولین کسی که بعد از من رفتید، من از شرف آزاد استاد تورسون‌زاده بود و بعد یادداشت های استاد عینی. من ورق میخوندم و از یاد میدانید. استاد میرزا تورسون‌زاده گوهرشناس بود و همینطور از هر کجا استعدادها را جمع میکردم و میشناختم و اونها را پرورش میدادم. مومن قناعت و عبید رجب و گل رخسار و بازار صابر و خب در اون کنار بنده هم هستم که خیلی استاد بر من حق قدری دارم و اگر استاد تورسون‌زاده نبودم من الان در روبروی شما با شما صحبت شاید نمیکردم. در من نبودم در محیط ادبی تاجیکستان. اینطور هم خیلی استاد سختگیر بودم و هم استاد مهربان بودم در مورد آن که اگر شعرش غلطی داشت خیلی سخت میگرفتند و اگر سکته داشت یا اگر نظری غلطی بود در اون شعر اونم سخت میگرفتند. اما همچون انسان برای یک شاعر جوان
برای خامد افراختن او همیشه مهربان و دلسوز بود. شعرهای میرزا ترسونزاده به زبان بسیار خلقهای جهان ترجمه شدند. در همه جا اثرهای او را می خوانند، در همه جا او را دوست می دارند و با خرسندی استقبال می کنند. میرزا ابراهیموف، نویسنده خلقی آذربایجان. باید افزود که استاد ترسونزاده با بیش از 3 کشور جهان سفر نموده و شعرهایش با 50 زبان ترجمه کردند. در تمام کشور شاعر از ماهیت صلح و وحدت سخن می گفت. او خطاب می نمود که آدمان از دوستی و بدبخت، دشمنی یارد و مردم رازی سخت. در تالار سوم قسم ادبی آثارخانه استاد ترسونزاده عیانیت و نگاره و یادگاری های محفوظند که در باره فعالیت شاعر در سالهای 1960-1970 نقل میکنند. باید افزود که در این سالها استاد ترسونزاده همچون خادم بزرگ دولتی و جمعیتی و حامی صلح و امنیت در سراسر عالم اعتراف میکردند. او به حیث رئیس کمیته شوروی یکدلی مملکت های آسیا و افریقا ایفای وظیفه نموده است. در این ایام محبوبیت ایجادی شاعر در تمام گوشه و کنار عالم دامن به می کند و عالمیان استاد ترسونزاده را همچون سروش صلح احتراف می نمایند. شادم اما می خورم غمهای خلق دیگری، در نظر می آورم تاراج گشته کشوری. این بیت افکار صلح و وطن پرستی را در خود تجسم می نماید. دیگر نگاره و عکس و یادگاری های تالار سوم تاریخی گویا را می ماند. در این گوشه آثارخانه تحفه های از دوستان و نزدیکان استاد میرزا ترسونزاده به شاعر تقدیم شدند. مثلا این جامعه های از نزدیکترین دوست استاد میرزا ترسونزاده، نویسنده داغستانی رسول غمزتوف، با استاد اهدا شدند. این تحفه ها از افغانستان و ایران به استاد تقدیم شدند. میرزا ترسونزاده به مردم با زبان دل و نگاه های دوستانه و محبت آمیز سخن می گفت. پاکستانیان اشعار او را با شور شوق بی اندازه می شنیدند. لذت زیادی روحی و معنوی می برداشتند. فیض احمدی فیض، ادیب معروفی پاکستان. قلعه از یک پایه دیوار نیست، باغ هم از یک بنی پربار نیست. روی عالم دیدن آدم دیدن است، نیک و بد را در جهان سنجیدن است. اگر از گیریه کردن سیلی عشق می شد غرق، منزل منزل من. برای اون من می گویم که مادر من بسیار یک زنی عاقل و زنی مهمان دوست، زنی بودن که اویلاشون برای اون کس از همه عزیزتر و از همه جای یکم به میستون. پدرم دایی میگفتن که خدمت مادرت در منامین زندگانی من، در سلامتی من، در ایجادیات من بسیار بزرگ است. سال 1963 برای ایجاد داستان مشهور جان شیرین شاعر با گرفتن جایزه دولتی به نام استاد رودکی شرف یاب میکردند. جان شیرین این قدر جنگم مکن، این قدر بیهوده دلتنگم مکن. گشته گشته در سفر باز آمدم، باز بر نزدت به پرواز آمدم. هر کجا که خواب کردم خیستم، هر کجا که بود جای زیستم. این دلی من منزل یادی تو بود، یادی روی حسن آبادی تو بود. اینچنین برای فعالیت پرثمر استاد ترسونزاده با عنوان قهرمان مهنت سوسیالیستی شرفیاب می‌گردد. وقتی که عنوان قهرمان مهنت سوسیالیستی گرفته بودن، اون کس گفتن که نیمش از اون من
خدمتی من نیمش خدمتی مادرت. برای که بسیار مهمان نواز بودن مادرم. پدرم میتوانستن نیست پیشا مهمان بیارند. میتوانستن بر وقت مهمان بیارند. ولی مادرم دائم تیار بودن برای این. هیچ وقت مهمان پدرم به یکون پیاله چای از این خانه نرفته است. سال 1967 استاد مرزا تورسون‌زاده با گرفتن جایزه بین الخلقی جواهرلال نیرو مشرف می‌گردد. یک چیز در خاطرم است. سال 67 پدرم و یک چند ایجادکاران سوئدی برای گرفتن جایزه جواهرلال نیرو به هندوستان تکلیف شده بودند. از طرف حکومت هندوستان دعوت شدند دو کس. همچون مهمون مادرم گفتن که من نمی روم این روید یعنی من روم برای که این بیشتر خاطرش به میموند این چیزها خاطر همین به میموند بنابراین من همراه پدرم مهمون هندوستان شده بودم از اون جمله نیکلای تیخنف هم رفتنش در کار بود لیکن نتوانست رفته بیمار بود و پدرم از پدرم التماس کردن نیکلای تیخنف که همون جایزه رو میگیرید و جای من شما گیرید و وقتی که به مسکو می آید من بعد میگیرم از شما پدرم این جایزه رو گرفتند ما بازگشت و مسکو آمدیم و به خونه تیخنف مهمون شده بودیم و پدرم این جایزه رو به اون کس سپرد بودن در آنجا پدرم گرفتن جایزه تیخنف جایزه گرفتند از قرغزستان نقاش تولیف گرفته بود از مسکو ادبیات شناس چلچف گرفته بود تالاری چارم در این تالار بیشتر آن چیزهای گرد آورده شدند که به سالهای اخیر عمر شاعر و بعد از آن ارتباط دارند اگر من کو ساران را به مشریق کنم مانند خواهی کرد تصدیق به صورت کو ساران پر شکوه هست فراوان نور در بالای کوه هست مصفا آبها دارد در آغوش زده خرگاه برفین بر سر دوش سال 1980 کوهنوردان یکی از قله های بلند ولایت مختار کوهستان بدخشان را فتح می نمایند این قله به نام استاد تورسون‌زاده گذاشته می شود زمین برداشتی تا آسمان شهرت تو شنید یارم اصری مغن آدمی را با در حیرت گذار وی ایجاد کارم اصری من وی هفتم مای سال 2001 از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مناسبت 90 سالگی شاعر عنوان قهرمان تاجیکستان به استاد مرزا تورسون‌زاده داده شد. در اینجا نسخه از آن فرمان نگهداری می شود. بینندگان عزیز، اینک می رویم به قسم یادگاری آثارخانه استاد تورسون‌زاده. جوی حجت های ضروری که پدرم باقی مانده است این حجت ها در اینجا هست مکتوب ها، رسم ها، دستخط ها مقاله هایی که در مجله ها چاپ شدند و مقاله هایی که در باره اون کس چاپ شدند من اینجا همراه کارکنان موزه و اینستیتوت زبان و ادبیات دستخط های پدرم و اون حجت هایی که حاضر در اینجا وجود دارن اونا رو من سپرده بودم برای که بسیار صورت های بودن نوار های بودن که آدم هایی که در اونجا همراه پدرم عکس یافتند از خود فراموش شدند
و من تو تونستم نامهای آنها رو برقرار نمودم در این رسم ها نامهای آنها رو معین کردم. بنابراین امروز در اینجا اون دو طلبانی که مثلا برای آنها مقاله لازم است می حجت لازم است می آمده از همینجا می پرسند و اینجا کار می کنند. برای اسپیرانت ها برای دکترانت ها اینجا بسیار یک جایی لازم است. اینجا خانه ایجادی استاد ترسونزاده می باشد. شاعر در این خانه 12 ساله مشغول ایجاد بوده است. اینجا خانه پوری پدرم، اینجا میزی کوریشون، این کرسی کوریشون، کرسی که استفاده می بودن. ولی من باید بگم که اکثری شعرها و مجموعه شعرهایشون اینجا نوشته نشده است. یا تابستون یک ماه دو ماه به طرف قرنگون می رفتن، یا به طرف خواجه آبیگر می رفتن، یا خود بسیار دوست می داشتن اون خونچه‌ای که در لب دریای دوشنبه در باغی نویسنده و جاگیر شده است، همونجا رو بسیار دوست می داشتن و بسیار وقت جای کوریشون همونجا بود. صدای مبرای شاعر در فضای خانه موج می زند. هر شخصی به اینجا آمده احساس می نماید که خانه سرشار صدای استاد ترسونزاده است. نیست حالا در دیگر سیاره ها بوی حیات، از زمین پرواز ها داریم ما تا کائنات. آدمی را زین سبب گوید زمین با التجا، ده مرا فرزند از هر گونه قصدی بر نجات. در هندوستان پدرم با مردمی گوناگون با می خوردن، از اون جمله ما به مهمانی اندیرا گاندی رفته بودیم، اون کس قبول کردن و پدرم من به گفته بودن که من این اطلس، من این توپی تاجیکی زردوزی تو خودت به اندیرا گاندی تقدیم میکنی. من به اون کس تقدیم کردم، اون کس به من یک رومال کلونی هندی تقدیم کرده بودن. الان این باشد کتابخانه شخصی استاد ترسونزاده است که شاعر کتابهای این جوانها را طول زندگانی پربرکت خود گرد آورده است. در جوانها کتابهای جمع شدند کتابهای از خودشان. اینجا کتابهایی که خودشان می خوندن و مؤلفهای گوناگون. اینجا کتابهایی که به زبانهای گوناگون برآمدند. اینجا کتابهایی که ادیبان گوناگون اثرهای خودشان رو به پدرم تقدیم نمودند. این روند سپاس و ارج‌گذاری اهل ادبیات را نسبت به استاد هنر ترسونزاده خیلی روشن و گویا تجسم می نماید. میرزا ترسونزاده در همه جا، هم در شرق هم در غرب خوب شناخته. نطق‌های آتشین و اشعار رنگین او از سر منبرهای بلند با دل صلح پروران و مبارزان آزادی نیرو و الهامی تازه بخشیدند. نیکلای تیخانوف. سال 1958 با قرار یونسکو 1100 سالگی پدر شعر فارسی تجلیل گردید. این قالین یادگار است از همان جشن. دیگر نگاره و یادگاری ها نیست، جز جزئی زندگی استاد را بازگو می نمایند. یک همسایه داشتیم که معلمه مکتب موسیقی بود و پیانینو داشت. من تیز تیز به خانه اون کس می رفتم و با یک شوق نگاه می کردم چطور اون کس می نوازند. یاد می دادند اوستا اوستا، من این نوتا رو یاد می دادند. این دو، ری، می، فا، سول، لا، سی، دو یاد می دادند و من آهسته آهسته به
کمتر به نواختنی نوارهای بسیار ساده سر کرده بودم و از مکتب پیش من اول به مکتب موسیقی رفتم و کمتر به یاد گرفتنی پیانینو سر کرده بودم. در تئاتر اپرا بالت یک کنسرت ایجادی شاگردانی مکتب موسیقی گذاشته بود و از اون جمله من هم اشتراک میکردم. من یک خودم یک نوار بسیار ساده بچگونه ایجاد کرده بودم ولی نوت رو اول حالا خوب نمیدونستم و زیاد دوچار شایدی که همسایه بالایی ما بودم اون کس به یک ورق نوت رو نوشتن و من با همین یک پیسه خوردی خود با این کنسرت اشتراک کرده بودم. در این کنسرت آدمان بسیار بودن و از اون جمله قطار یکم با پدرم می نشستن، مادرم می نشستن، بابا جون غفوروف می نشستن. بابا جون غفوروف با مادرم گفتن که چه بعد از چند مورد یک هفته نزدی من بیاید، ما یکون این مسئله رو حل میکنیم. بعد از یک هفته مادرم رفتند و همون وقت به تاجیکستان دو پیانینو از گرمانیا آمده بود، اسباب این اسباب موسیقی آمده بود و مادرم کمتر برای خودشون پول جمع کرده بودند برای آنکه یک وای خرند، اسبابی خانگی خرند. بابا جون غفوروویچ کاغذ نوشته دادن که یکی از همین پیانینوها به مادرم داده شود. مادرم رفته از مغازه همین پیانینو را خریده و خونه آورد بودم. یعنی این پیانینو بسیار کهن است. یکمش که این به فکرم اول عصر بیستم ساخته شده است در گرمانیا و تا حال این اسباب آواز بسیار خوب دارد، در این آثارخانه جایگیر است. انا این حجره رو مسئولین آثارخانه همچون خانه تحفه ها معرفی می نمایند. در این خانه تحفه های گرد آورده شدند که دوستان خارجی و شوروی با استاد تورسون‌زاده تقدیم داشتند. همچنین عکس های پیوندان استاد نیز در جیوان گذاشته شدند. اولو اینجا خانه بچه ها بودند، من و مسعود اینجا زندگانی میکردیم و درس تیار میکردیم اینجا. من گفته بودم که بعضی مورد من از تریزه نگاه میکردم، سهرها راه گشتنی پدرم اطرافی این حولی میدیدم، من از همینجا نمایان میشد. اینجا یک جوانی هست که در اونجا مجموعه کتاب ها جمع شدن. پدرمو برای ما بسیار هر سال مجموعه اثرهای گوناگون رو می خریدند. یک مرتبه در صنفای آخر بودم من در دستم کتابی ما پسند بود می خوندم، نیازی در آمدن فاتح نیازی، گفتن که چی می خونی؟ من گفتم من کتابی ما پسند می خونم. گفتن که تو ممکن نه حالا اینا خوندن بر وقت است. همین وقت پدرم در آمدن گفتن میرزا جان او این مپسند خونده استاد است، ممکن نیست برای خوندن. پدرم گفتن که کتاب خونی وقت ندارد، اگر شوقش برای کودک برای کتاب خونی شوقش باشد بگذار هر گونه کتاب را خوند. و دایی میگفتن که یک خصلت تو برای من بسیار معقول است، برای که در دست تو من دایم کتاب میبینم. من همین یکی از خصلت‌های بهترین انسان حساب می‌شود. چطوری که بسیار تر کتابخانی همونقدر چیزی تجربه زندگی همونقدر بوی می‌شود. بعد از مهنت پرمشقت ایجادی استاد تورسون‌زاده به این ایوان می‌برامد. زیادالله شهیدی، عبدالسلام دهاتی، ناصرجان معصومی، خالق میرزازاده، باقی رحیم‌زاده، فاتح نیازی و دیگران زود زود به خانه استاد تورسون‌زاده تشریف آورده و صحبت و مطایبه و بازی شاهمات می پرداختند. از بس که خودشون بسیار شاهمات بازی رو دوست می داشتند، کوشش می کردند که فرزندهایم
تواند بازی کند. نبیره هایم یاد می دادند که شاهمات بازی کنند. چند مرتبه به من یاد داده نشدند، لیکن من هیچ قبول کردن نتوانستم و از خاطرم فراموش می شد راه روی این دانه های شاهمات. عبید رجب من به حکایه کرده بودن. می گویند که در مسکو وقتی که مهمان خانه بودن، ما اومدیم به نزد معلم، اون کس با یک جوان شاهمات بازی کرده استوده بودند، ولی بوی دادند و بسیار یک قهرشون اومد که بوی دادند شاهمات. بعد عبید رجب میگفتن که میگویند که من گفتم که اون معلم شما میدونید که به بوی دادید، شما کار بوی دادید شاهمات. بنابراین میگویند از این چیز کمتر خوشحال شدند. باید گفت که در یک قسمت آثارخانه یادگاری و ادبی استاد تورسون‌زاده بنیاد آشیان بلند فعالیت می نماید. آشیان بلند در مقیاس جمهوری یگانه سازمان کودکانه می باشد و آن به نام استاد تورسون‌زاده گذاشته شده است. در گذشته با تشبث این سازمان خیریوی کودکان کارهای آبادی و کمک رسانیدن به اطفال راه اندازی شدند. عین حال نمی توان از فعالیت سازمان خیریوی مذکور صمیمانه ابراز نظر نمود. باشد که به خاطر پاس داشتن نام و یاد استاد تورسون‌زاده فعالیت سازمان کودکانه آشیان بلند گسترده گردد. تنگ دل هرگز نبودی در جهان فرزند کو، تنگ دل هرگز نبودی در جهان فرزند کو، داشتی در سنگر چند نمکان فرزند کو، داشتی در سنگر چند نمکان فرزند کو. آثارخانه یادگاری و ادبی استاد تورسون‌زاده گنجینه گویای معرفت و ادبیات است. از تاریخ هم می دانیم که آثارخانه به شکل‌های گوناگون عمل میکرد. اگر به تاریخ کهن تاجیکان نگاه کنیم، اگر در دوره شاپور ساسانی یک آثارخانه یا اکادمی گوند شاپور بود است که در همانجا بسیار موادها را جمع میکردن و به معرض تماشای دیگران و برای عبرت دیگران نشان میدادن، و آثارخانه های در دوره سامانیان به شکل کتابخانه های معروف موجود بوده است. و امروز باشد با شرافت صلح و صلاح و وحدت ملی، آثارخانه هایی که در آنجا درباره ادیبان، درباره عالمان، درباره شاعران، درباره پیشقدمان استحصالات، آنهایی که خدمت برای وطن کردن ساخته می شود، البته با یک دیدن هر یک شخص از آنجا عبرت می گیرد. زیرا که ما در آثارخانه آثار تاریخی و بزرگترینش را جمع می کنیم. اگر ما تاریخ ما را نآموزیم، از آن عبرت نگیریم، از آن باوسته آن پیش نرویم، جمعیت را آباد کردن دشوار است. چون این آثارخانه ها برای بلند برداشتن خودشناسی و حسی و تندوستی جوانان مساعدت می رسانند و به همگان توصیه می دهم که به آثارخانه های میرزا تورسون‌زاده و دیگر شاعر و قهرمان های خلقی تاجیکستان بیایند و درباره حیات آنها چیزی را از خود نمایند تا که جهان بینی و فرهنگ خود را با او غنی تر گردانند. بر سری قبرم چو آیی ماست آو و ماست رو، شیشه در یک دست آ ساغر به دیگر دست رف. از سر قبرم گذشتی بینگر اول کندران، بوی می دودی دیری سوزان عاشق هست رف.